خب دوستان، اینم برای عشق به پول بود که دوستان شنیدن. سوال من یه سرات سوالم بکنم از تو که جواب داده. یه چیزی هست به نام گیم تئوری که بهتر از من شما میدونید. خواستم که رابطهش با پست مدرنیست چی هست و چقدر به اصطلاح در رابطه با اون بخشی از پست مدرنیستا که بیشتر به طرف نیو لیبرالیسم رفتن چگونه برخورد میکنن با این مسئله، اگر به اصطلاح رابطه بین اینها برقرار هست. و من میکروفون رو برای پرواز رها میکنم. خب دوستان، اگر سوال یا کامنتی راجع به قسمت اول بحث عبدی عزیز دارین، لطف کنین نوبت بگیرین که ایشون بعد از اگر سوالی باشه یا کامنت میپردازن به قسمت تقریبا آخر بحثشون. کبیر جان بفرمایید، میکروفون در اختیار شما، چند دقیقه خواهش میکنم بفرمایید. برای شما میکروفون رو رها میکنم. سروش هم در نوبت هستن، اگر کس دیگه سوال یا کامنت داره که میتونه 3-4 دقیقه بپرسه، لطف کنید نوبت بگیرین که بعد از اون عبدی قسمت دوم رو شروع میکنن. مرسی، بفرمایید کبیر عزیز. مرسی، خستم نباشید. من با اشتیاق زیاد به صحبت آقای جوادزاده گوش میدم. امروز هم گرفته بودم، بعد میرفتم ماندگار شدم. خواستم خواهش کنم که یه مقدار اگه ممکنه ارتباط چیزی که جا افتاده احتمالاً بعداً صحبت میکنن، ارتباط این مکتب فکری رو با تحولات اقتصادی یا در واقع بهتر بگم تکنولوژیک توضیح بدن، چون هر مکتب فکری تا اونجا که من ذهنم اجازه داده معمولا با یه حرکت ادبی خودشونشون داد، یعنی تو ادبیات و هنر، خصوصا تو ادبیات خودشونشون داد، همگام با اون تحولات تکنولوژیک بود که خیلی سرعت بخشید. حالا توی مدرنیسم بوده، قبلش بوده، حالا بحثشو خودتون بهتره انجام بده اگر اعتقاد دارید. در مورد پسا مدرن هم به همین ترتیب. یه قسمت اگه ممکنه در مورد قسمت ادبیش هم، اگر چون بیشتر مورد علاقه من هست، اگر آشنایی دارید یا میخواهید صحبت بفرمایید. یه صحبتی هم هست، من گفتید حال در مورد اندیشمندان پست مدرن صحبت میکنید ولی اشارتون به دهه 50 و دهه 60 بود. خیلی ها صحبت میشه این ور اون ور، حالا من درگیر صحبت باشون بودم، اعتقادی به این ندارن که تو این راستا به نیچه قرار میگیره با وجودی که مال قرن 19 هم هست. ولی اون چیزی که من دیدم، اکثر فلاسفه یا اندیشمندان یا پیروان مکتب پست مدرن گرایش های خیلی زیادی توی کارهاشون من میبینم که از نیچه گرفته شده. حالا من دیوتار رو نمیشناسم ولی توی فوکو هست، تو هایدگر هست. اگر ممکن در مورد این قضیه هم صحبت کنید نظرتون بدید. متشکرم. سلام دوستان، صدا اگه هست. سوالایی که شد، حالا نکاتی که گفته شد، یه خود اگه بتونم دوباره که میتونم پاسخ بدم. دوستان رفقا میخوام بدونید که من خودم بعضی از هیته ها پست مدرنیسم قبول دارم. مثلا تو اون هیته مقطع بودن تاریخ، یا اون به اصطلاح بیشتر تئوری های فوکو در رابطه با جرم و جنایت و روان پزشکی، ولی بقیه شد به خصوص تو هیتای سیاسی فکر نمی کنم زیاد بشه استفاده کرد یا قابل استفاده باشه. دوستمون رفیقمون سیاوش راجب گیم تئوری یا این که نئولیبرالیست ها چجوری ازش استفاده میکنن، گیم تئوری تا اونجایی که من یادم میاد الان که گیم تئوری خیلی معروفه، یعنی فهم کنم
فهم کنم که خیلی از من یه چند وقت پیش داشتم میخوندم خیلی از کسایی که اخیراً توی حیطه اقتصادی جایزه گرفتن از گیم تیوری در اومدن، خیلی جایزه بهشون دادن، اونم توی حیطه اقتصادی و حیطه سیاسی، حتی اون چیزی که یادم میاد. و فقط به همین دلیل نیستش که من میگم یا شاید معتقد باشن که به نئولیبرالیستا گرایش دارن یا به نئولیبرالیسم گرایش دارن، چون من هم شما هیچ وقت تئوری های یوتیلیتریان رو راجع به شنیدین یا نه، ولی گیم تیوری یه مقداری مثل یوتیلیترنزمه یا یوتیلیترنزم که بحثش اینه که در واقع اون کسایی باید ازشون استفاده بشه، اون نظراتی باید ازشون استفاده بشه که یوتیلیتی دارن، یعنی یه مصرفی دارن توی جامعه. گیم تیوری توی دهه، یعنی اونم بعد از جنگ جهانی دوم در اومد، تو دهه 50 بیشتر راجبش نوشته شد، بعد تا دهه 70 80 90 کشید تا بتونن حسابی ازش استفاده کنن. و از اونجایی که به این یه چیزی هست شما حتما شنیدین، منم وقتی که اینو میشنوم زیاد خوشم نمیاد، چون شاید چون نمیفهممش زیاد، میفهممش شما، تا اینی که چجوری انسان به این نقطه کشیده شده رو زیاد خوشم نمیاد، حتی استفاده هم نمیکنم، این زیرو سام گینه، یعنی در واقع شما همه چی رو به دست میاری، اون کسی که مقابلته هیچ چیز رو به دست نمیاره. و اینو توی حیطه‌های اقتصادی چون یوتیلیتریان هست، یعنی استفاده از اون پدیده هایی که برای حالا خود جامعه و اینا غیر درست است و خوب هست استفاده میشه. و من نخوندم سیاوش جان جایی که مشخصا این کاری که شما کرده باشی کرده باشن، یعنی گیم تیوری رو ربط داشت، ربط بدن مستقیم به نئولیبرالیسم، ولی از این فلسفه، یعنی از گیم تیوری برمیاد که از نئولیبرالیسم خوشش بیاد و استفاده کنه، چون در واقع معتقد به اون بازار، به اون بازار آزاد، یعنی اون چیزی که نئولیبرالیسم بهش معتقده، فری مارکت، معتقد به اون هستن و دنیا رو بیشتر کامپتیشن میبینن تا کوآپریشن، یعنی دنیا رو بیشتر چجوری بگم رقابت میبینن تا همکاری، و ازش برمیاد که معتقد به این باشن. و فکر نمی کنم اینا با هم دیگه زیاد تضاد داشته باشن. من توی گیم تیوری توی حیطه‌های اقتصادی زیاد نخوندم جایی که توی مثلا توی اون موضع نقد باشه یا چپ باشه، همیشه خوندم که از موضع محافظه‌کار و نئولیبرالیستی و غیره در اومده. تا اون این چیزی که من میتونم برات توضیح بدم، نمیدونم کافی بود یا نه. دوستمون کویر اقتصاد پست مدرنیسم من توضیح دادم، نمیدونم شما اینجا بودی یا نبودی، ولی گفتم که توی اقتصاددانهای پست مدرنیسم یه تضادی هست، و اون اینی که یه سریشون نئولیبرالیست شدن و معتقدن که دولت نباید نقشی پیدا بازی بکنه توی اقتصاد، چون انسان باید تصمیم بگیره. در مقابل اونا، در مقابل اقتصاددان های پست مدرنیست، کسای دیگه ای هستن که معتقدن شما اگر بذاری بازار نئولیبرالیستی بشه به ضرر مردمه، چون انسان ها نمیتونن از خودشون در مقابل این اقتصاد به این بزرگی و مونوپولیا و دولت ها و غیره غیره حمایت کنن، بنابراین این چیزی نیست که بشه ازش استفاده کرد. و همونجوری که توضیح دادم، چون عمدتا خود پست مدرنیست هم معتقدن تو موضع چپ هستن، یعنی یه نقدی دارن به اون ایده ها و ایدئال های سنتی، به همین دلیل توی اقتصاددانای پست مدرنیست این شکاف هست. و اون کدم خوندم از رورتی براتون که معتقده که تنها ایده خوبی که مارکس داشت این بودش که باید مالکیت خصوصی از بین بره، ولی این ایده بعد اینکه ما سعی کردیم این کارو بکنیم شکست خورد، بنابراین نمیشه دیگه این کارو کرد.
به همین دلیل اصلا به اون پدیده ها بعضی هاشون معتقد نیستن. این پدیده هایی که بشه از طریق دولت یا از طریق یه انتقالی بتونیم ما جامعه رو درست بکنیم که مالکیت خصوصی توش نباشه. و توی هیتهای اقتصادی هم مثل اون هیتهای دیگه خیلی از پست مدرنیست های اقتصاددان معتقدن که انسان باید بتونه خودش رو توی اون بازاری که وجود داره، توی اون بازار آزاد بتونه از خودش دفاع کنه و یا سروایو کنه، یعنی حیاتش رو ادامه بده و دستکاری به دولت نداره یا نباید داشته باشه. یعنی این توشون اختلاف هست، ولی کلن اینه که اقتصاد هم متانراتیو نیست، یعنی نمیشه کلی توضیحش داد و یه اقتصاد بگیم این اقتصاد مثلا سوسیالیسم پاسخ میده به خواسته های این انسان ها یا همه انسان ها، یا سرمایه‌داری پاسخ میده به خواسته های این انسان ها. معتقدند که هر منطقه‌ای، هر کشوری، هر فرهنگی، هر حتی جوامع کوچیکی برای خودشون باید پاسخ بدن و اون متانراتیو رو قبول ندارن و نداشتن. در ارتباط با نیچه، یکی از اون مسائلی که نیچه، خب میشه قبل جنگ جهانی دوم دیگه، یعنی میشه اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که، ولی بعضیا معتقدن به خصوص در رابطه با این توضیح اول صحبتم دادم، در رابطه با خدا و مذهب از نیچه خیلی استفاده شده و در رابطه با رد باورهای سنتی تو پست مدرنیستا خیلی از نیچه استفاده شده و همون اون پدیده نبودن خدا و مرده بودن خدا و مسخره بودن مذهب و دین رو از نیچه قرض کردن و اون اصطلاح من بهش میگم بدبینی. منطقه وقتی میگم بدبینی منظورم اون چیز منفیش نیست، شاید اگه لغت شک رو استفاده کنم بهتر باشه. یعنی پست مدرنیست ها اون شکاکی نیچه‌ای رو توی فلسفهش ازش استفاده کردن واسه اینکه دنیای پست مدرن رو توضیح بدن. خدا سال هاست که مرده. خب آره اینو شما برین به اینایی که معتقد نیستن که سال هاست که مرده توضیح بدین، اون مشکله. به این دلیل از فلسفه شک نیچه استفاده کردم. من یه بار داشتم این برام عجیب بود، این فکر میکنم وقتی داشتم میخونم تا اسمی برده نشده بود توی مجله تایم، یه چیزی حدود شاید بگم 10-12 سال پیش، اگه ازم بپرسین تاریخ مشخصش که واقعا یادم نمیاد، 10-12 سال پیش تایم یکی از این شماره هایی که مشخصا برای مسئله خاصی نوشته بود، اونم توی حیطه فلسفی تئوریک بود، عکس مارکس و فروید و نیچه رو زده بود روی جلدش و توی خود این برام خیلی عجیب بود، نمیدونم چجوری تایم قبول کرد که همچین، خب حالا جزو رسانه‌های گروهی عمومی و غیر و غیره، قبول کرد که اینو چاپ کنه، چون کل مجله راجب نیچه و فروید و مارکس بود و مطرح میکرد که این سه نفر اصولا تاریخ سیاسی فلسفی غرب رو، یا شاید دنیا رو، یادم نمیاد گفته بود دنیا، غرب رو مطمئنم گفت، این سه نفر این تاریخ رو تغییر دادن و خب نیچه هم جزو با فروید و مارکس بود. یعنی مسئله شما اینه که شکاکی این سه نفر در رابطه با مسائل سیاسی، اقتصادی، فلسفی، روانی، روحی باعث شدش که اصلا دنیای غرب به یه سمت دیگه بره، چون قبل از این شکاکی نبود. اصلا من دارم میگم این لزوما بدبینی نیست، این شکاکی خیلی لازم بود و از شکاکی نیچه خیلی از پست مدرنیست‌ها، من میدونم به خصوص فوکو استفاده کرد که توضیح بده مسائل خودش رو. این ربطی است که من میدونم نیچه داره با پست مدرنیست، ولی از نظر تاریخی، یعنی اون دورانی که مینوشت و اون دورانی که به دنیا اومد، خب شاید بتونیم بگیم از دوران خودش جلوتر بود نیچه، به پست مدرنیست نمیخوره، میخوره به دوران مدرنیست. همین بود
دوستمون سروش هم که نرسید صحبتش یا سوالش رو بکنه. سروش جان اگر هستی من میتونم ساب کنم که شما سوالتو بکنی. بله میخواستین شما؟ خب میخواین من مایکو رها میکنم؟ عبدی جان بفرما، نمیدونم اگر کویر صحبتی داره کوتاه خواهش میکنم که عبدی بعد به صحبت چون ادامه بدن و مرسی. آقای جانتن من سوال که کردم در ارتباط با مسئله اقتصاد شاید اشتباه بیان کردم، خودم نبود بلکه تحولات تکنولوژیک بود. یعنی همزمان که به نظر من میرسه همزمان با اومدن کامپیوترهای شخصی اواخر دهه 50-60 ما با یه تحول عظیم توی جهان روبرو شدیم. صحبت میشه از جامعه صنعتی که به جامعه فراصنعتی گذر میکنه، تمام نهادهای اجتماعی تغییر میکنه، از کوچکترین و اصلیترین نهادش خانواده تا دانشگاه و مذهب و دولت و همه اینا دستخوش تغییر میشه و ما هر روز هم این سرعت رو میبینیم که داره بیشتر میشه و اتفاقا همزمان با اون ایده های پست مدرن هم میاد. منظورم اشاره به این قضیه بود، شما ارتباطی بینش میبینید یا نه؟ در واقع همون جامعه ارتباطات، جامعه فراصنعتی، اسمای مختلفی روش گذاشته میشه. یه چیزی هم که شما اشاره بهش کردید میخواستم بازم نظرتون بپرسم در ارتباط با نیچه. من بیشتر از این که مرگ خدا رو، اعلام مرگ خدا یا شکاکیت نیچه رو ببینم، اعلام به پایان رسیدن ایده های بزرگ رو میبینم. همونجوری خودتون هم صحبت کردید و گفتید که تو پست مدرن به این اشاره میشه. نظر شما رو خواستم بدونم. اگر تو صحبتتون صلاح دونستید و وقت بود، یه مقدارم در عرصه ادبی که چجوری یا عرصه هنری، حالا بیشتر ادبی برای من جالبه، شما این گرایش رو چجوری میبینید یا چه کسایی شاخصاش میبینید؟ مرسی. خیلی ممنون از سوال. دوستان خسته نباشید همه. فکر کنم حالا دیگه وقت اون شده که میکروفون رو به عبدی عزیز بدیم که دنباله بحثشون رو که قسمت سوم هست و قسمت آخر در رابطه با تئوری‌های جامعه شناختی از گذشته تا به حال رو انجام بدن. بفرمایید عبدی عزیز، میکروفون در اختیار شما. دوستمون کویر توی ببخشید من واقعا توی این یکی از ایرادای اساسی منه توی حیطه ادبیات و هنر زیاد اصلا خبری ندارم، یعنی اگه چیزی هم بگم همینجوری گفتم و دلم هم نمیخواد یه چیزی بگم که نمیدونم و مطالعه ندارم، بنابراین زیاد نمیدونم، نظری هم ندارم. ولی توی اون متا نراتیو یا گراند نراتیو میگم یه کتاب خیلی خوبی در اومد، خیلی هم مثلا 160-170 صفحه بیشتر نیست، اصلا یعنی قطور هم نیست، در رابطه با همین پست مدرنیسم و رد تئوری های همون گراند نراتیو یا متا نراتیو که اون کسایی که توش نوشتن فوکو رو نقد میکنن، لیوتارد رو نقد میکنن، بادریارد رو نقد میکنن، رورتی رو نقد میکنن، چند تا از این پست مدرنیست های خیلی معروف رو تو حیطه های جامعه شناسی، فلسفه، سیاست و غیره نقد میکنن و مسئله شون اینه که این اشتباه رخ داده توی تئوری و از قول پست مدرنیست ها که ما دیگه متا نراتیو نداریم. مثلا اتفاقا ضرورت این که کسایی که تو دنیا دارن استثمار میشن یا استعمار میشن بیشتر شده چون شرایط سیاسی اقتصادی بدتر شده، اتفاقا این گراند نراتیو ها یعنی اون تئوری های کلی که قبلا توی مثلا اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 داده شد هنوزم که هنوز موثقن و باید به دنبالشون رفت و اینو اونا قبوله. من خودم نمیدونم منظورتون اینه که نظر منو بپرسید. من میخوام راجع به این صحبت بکنم. یه مقداری از این بحث رو من قبول دارم، به خصوص این که خیلی سخت امروز و من نمیگم خیلی سخته پس غیر ممکنه و نمیشه، امروز خیلی سخته که شما بتونین، من دارم اینو توی اون حیطه از حیطه فکری در بیارن، تو حیطه عملی دارم میگم. من هم خودم توی این کار مدت ها بودم و هم خیلی از دوستان رفقایی میشناسم که هستن و به احتمال خیلی زیاد شاید تقریبا تمام کسایی که الان دارن گوش میدن حتما این کارو کردن و میکنن، و یعنی منظورم کارهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و غیره هنری هرچی، و
یه مقدار پلوی خودتون فکر کنین، یعنی ببینین که آیا میشه، اگرم خودتون نمیکنین ببینین تو دنیا این کار داره انجام میشه یا نه، ببینین آیا میشه تفکر متانراتیو، یعنی تئوری های بزرگ رو طبقاتی مثلا و یا حتی مثلا مسئله زنان، شما فهم کنین آیا میشه یه مسئله مطرح کرد و یه نوع سازمان داشت که بتونه یه کلیتی از افراد رو که جزء این متانراتیو هستن، یعنی جزء این تئوری کلی هستن، رو بشه سازماندهی کرد و فقط حالا بگیم سازماندهی که اصلا بگذاریم که موفق شد و غیره. اگر نگاه بکنین تمام، اگه اون به اصطلاح فعالهای سیاسی اجتماعی دنیا رو در نظر بگیرین، یعنی آدمایی که منتقد هستن، نقد دارن روی شرایط سیاسی اجتماعی دنیا، حالا رو برابری، رو عدالت، رو تمام این مسائلی که ما همه حالا به یه شکلی قبول داریم و فعالیت میکنیم راجبش، قبول دارن، ببینید آیا اینا تونستن، آیا وجود داره مثلا سازمان هایی که بتونن یه همچین سازماندهی رو بکنن. یکی از صحبت هایی که بادریارد کرد تو دهه هشتاد این بودش که اصلا اون شرایطی وجود نداره که بشه توی این حیطه ها سازماندهی کرد. حتی اون موقعی که بادریاد رو میگفت، حالا من بادریاد رو توضیح میدم نظرات شو، ولی موقعی که داشت بادریاد این حرف رو میزد خودش معتقد که خوبه این کار رو کرد، منطقه میگفت که اصلا این شرایط وجود نداره که بشه یه همچین سازماندهی رو کرد. به همین دلیل یعنی این برای منم مهمه، من دارم فکر میکنم مثلا توی 20 سال اخیر فعالیت های 30 سال اخیر، حتی 20 سال اخیر، چون 10 سال قبل شد اصلا دنبال این بودیم یا بودم که شرایط رو بزرگ تغییر بدیم، مثلا انقلاب کنیم این توی یک کشور، توی یک منطقه. ولی الان متاسفانه، عجب آهی هم کشیدم، متاسفانه این خیلی پست مدرن بود که من به آه خودم فکر کنم، چون معمولا یکی دیگه باید به آه آدم فکر کنه. اگه میشد این کارو میشد کرد، یعنی اگر میشد هنوزم به اون ایدئال های دهه 60 و 70، حتی یه خودم شاید 80، چون هنوزم مستراغ انقلاب ها رو داریم، تو دهه 80 هم هنوز انقلاب شد، ولی توی این 20-30 سال اخیر نگاه بکنین اصلا این متانراتیو گم شده. یکی من حالا گم شده، آیا چون گم شده و کسی دنبالش نیست به این معنیه که دیگر باز نخواهد گشت؟ به نظر من نه، یعنی من فهم کنم این فازی که ما داریم ازش میگذریم، یعنی این فاز پست مدرن، فاز نئولیبرال به خصوص تو حیطه سیاسی اقتصادی، حالا نه تو سیاسی اجتماعی، فاز نئولیبرالیسم یا نئولیبرال یا مثلا بازار آزاد، نه اسمش هرچی که هست از موضع هر کسی، یعنی همون تئوری های فریدمن و هایک یا آین رند اگه خونده باشین، این تئوری ها توی دنیا جا افتاده، حتی توی کشورهایی که به استقبال این نظر نرفتن. یعنی مثلا مثلا ببینید آمریکای شمالی به خصوص، بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی، اروپای غربی و یه خورده اروپای جنوبی، خیلی زیاد خاور دور، شاید یکی دو تا کشورهای خاورمیانه، این گروه به استقبال، حالا من این کلی دارم میگم، ممکنه این بحث باشه ولی کلی، این گروه، این کشورهایی که گفتم به استقبال نئولیبرالیسم رفتن، یعنی هم مردمی داشتن که بگن چه ایده خوبی، گروه هایی داشتن که بگن چه ایده خوبی، اقتصاددان های خوبی داشتن که بگن چه ایده خوبی، دولت هایی داشتن که بگن چه، و این گروه ها دست به دست هم دیگه دادن رفتن به استقبال نئولیبرالیسم و فکر کردن ایده خوبیه. یه گروه دیگه هم هست که حالا مثل کشورهای اسکاندیناوی، خیلی از کشورهای خاورمیانه، خیلی از کشورهای خاور دور و خیلی از کشورهای آفریقا نیست، بعضی هم توی آمریکای جنوبی و به خصوص آمریکای مرکزی،
این کشورها لزوما به استقبال نولیبرالیسم نرفتن، مدام فکر این بودن که درست تو شیلی اولین موردش بود سال 72 به استقبالش نرفتن و گفتن که این ایده خوبی نیست، ما یه آلترناتیوی داریم در مقابلش، مثلا چه می‌دونم مثل چاوز و مورالس و غیره تو آمریکای جنوبی. ما حتی اگه بخوایم خیلی لطفاً بکنیم بگیم چه می‌دونم شاید از کسایی که بعضیا تو ایران یا عراق یا فلان سر قدرت بودن، اینا به استقبال نئولیبرالیسم نرفتن و گفتن ایده خوبی نیست، حالا به هر دلیلی، گفتن ما قدرت از دست میدیم بعد نباید این کار کرد، حالا به هر دلیلی. من دارم میگم علارغم وجود این کشورها و این اقتصادها و این دولتها، یعنی سیاست مداراشون و مقابله اونها و رد نئولیبرالیسم، نئولیبرالیسم توی دنیا جا افتاد متاسف، به نظر من متاسفانه نئولیبرالیسم جا افتادنش این نظر پست مدرنیسم رو ضرب در 10 کرد، یعنی 10 برابر قدرتمندتر کرد به نظر من. حالا پدیده پست مدرنیسم از نئولیبرالیسم پیرتره، یعنی قدیمی تره و نظر اینجا بود، یعنی نظر پست مدرنیسم بود بعد نئولیبرالیسم اومد. در واقع فریدمن دهه 60 70 می نوشت، هایک و بان هایک و فریدمن دهه 60 70 می نوشتن، ولی پست مدرنیسم دهه 50 و 60 شروع شد و نظراتش داشت داده می شد. حالا وقتی که پست مدرنیسم توسط نئولیبرالیسم تونست خودش رو واقعیت کنه توی دهه 80 90 و امروز توی این 16 سال این قرن 21، هی به خاطر اینکه نئولیبرالیسم هی هولش میداد قوی ترش میکرد، این پدیده قوی تر شد، فردگرایی تو دنیا قوی تر شد، نداشتن حمایت سیاسی اجتماعی اقتصادی حتی حمایت خانوادگی، یعنی پدر مادر باهات باشن، خواهر برادر باهات باشن، فگو فامیل باهات باشن، از هم که حمایت کنن ازت، هی ضعیفتر شد، انسان خودش رو تنهاتر و تنها تر دید. شما وقتی که احساس تنهایی داری، یعنی این تنهایی ممکنه حتی آگاهانه هم نباشه، یعنی شما ناخودآگاه به این مسئله تنهایی پی میبری. من سر کلاسم همیشه میگم شما ممکنه یه ماشین خیلی گرون داشته باشی، یکی دوتا خونه خیلی خوب، جاهای خیلی خوب داشته باشی، مدارک خیلی بالا هم داشته باشی، مقدار زیادی هم توی حساب پسندازت پول باشه، همه این رو هم داشته باشی، منتها هنوزم خیلی خیلی تنها حس کنی خودت رو. یعنی خب اون آدمی که دنبال این ارزش ها هست، یعنی چی؟ من با داشتن یه سری چیزا مثل خونه، ماشین، سفر و غیره و غیره، مبلمان خیلی گرون، به یه جایی میرسم که میشم مثلا یه آدم ابر، یه آدمی برتر و به اون چیزی که انسان همیشه دنبالش بود رسیدم. ممکنه به اینا هم برسی، منتها هنوزم احساس تنهایی کنی. اون موقع این تنهایی رو که اسم کنی میشه ناخودآگاه، یعنی خودت هم ممکنه ندونی که یه همچین حالتی داری. حالا انسان خودش رو، حالا یا اینکه داره سالی 20,000 دلار در میاره که مثلا میشه تقریبا توی اون حیطه فقر، یا داره سالی 1,000,000 دلار در میاره یا 2,000,000 دلار، من کاری به اون مقدارش ندارم، انسان خودش رو هی تنهاتر بی‌حمایت‌تر و بی‌حمایت‌تر میبینه تو حیطه اجتماعی، به خصوص تو حیطه سیاسی، چون دولت ها مجبورن به خاطر پیشبرد سیاست نئولیبرالیسم مجبورن بگن ما دیگه به مسائل مردمی کاری نداریم، یعنی اون ویلفیر ستیت از بین رفته. وقتی که این انسان خودش رو تنها تر پیش میبره، تئوری های پست مدرنیست بیشتر به ذهن آدم میچسبه، یعنی میگه این خوبه چون داره از موضع من توضیح میده، در تو با موضع دیگری با من توضیح نمیده، یا این گروه یا این آدم ها با هم دیگه توضیح نمیده، چون اصلا نمیفهمم اون یعنی چی. یعنی شما اگه حالا سنتون میرسه به دهه
نه 60 و 70 فکر کنید، یه خورده دهه 80 فکر کنید. ببینین با دیگری بودن و با دیگری کار کردن و سازمانی داشتن، یک سازمانی داشتن یا بودن تو یک سازمان که شعارهای خیلی بزرگ سیاسی میده و معتقد به تغییر بزرگ اجتماعی بود، پیدا کردن این سازمان ها زیاد سخت نبود. نیست پیدا کردن سازمان های کوچیکی که مثلا به یک جزئی از خواسته های انسان بخواد برسه سخت بود. یعنی این کوچیک ها وجود نداشتن، بزرگ ها همه بود، یعنی متا نراتیو ها خیلی بودن. امروز بعد این 20 سال 30 سال 40 سال که گذشته، اصلا شما سازمان های بزرگ نمیتونید. من اینو یه بار اینجا هم صحبت کردم، دنبال این بودم که، یعنی هنوزم که هنوز هستم، یه ایده ای دارم به اسم گلوبال مینیمم ویج، حداقل دستمزد جهانی، که میخواستم یه سری اتحادیه‌ای پیدا کنم که هنوزم میخوام پیدا کنم که در رابطه با این موضوع فعالیت کنن. من فکر میکنم اگه اینو شما قبلا مطرح میکنی که باید تو جهان یه حداقل دستمزد، یعنی متا نراتیو، یه حداقل دستمزدی باید تعیین بشه و مسئولن دولت ها، مردم ها و غیره که اینو جا بندازن. واقعا امروز من اینو چه تو آکادمی، چه واسه سندیکاها و اتحادیه ها، چه هر جا که صحبت میکنم تقریبا بهم میخندن، یعنی حالا مؤدبانه بهم میخندن، میگن اصلا تو این چی داری میگی، من نمیفهمیم که چجوری همچین گنده ای رو، یه همچین چیز گنده ای رو میشه بهش رسید. چون اگه این مسئله رو مثلا دهه 60 مطرح میکردیم، مثلا خب آره بریم دنبالش، مثلا فعالیت کنیم، این کارم بکنیم. حالا ممکنه حتی همین این حداقل دستمزد جهانی هم یه چیز کوچیکی باشه، ممکنه متا نراتیو یا اون چیز بزرگ نباشه، ولی من دارم میگم حتی این رو هم دیگه نمیتونی انسانهایی رو پیدا کنی که با هم دیگه کار کنن برای یک هدف کلی، ولی خیلی میتونی پیدا کنی که مثلا یه گوشه ای رو بگیرن واسه خودشون فقط کار کنن. و من الان مثلا دانشجوام میپرسم که مثلا با این مدرکی که داری میگیری، حالا بیشتر دانشجوهای من مدرکاشون علوم اجتماعی دیگه، حالا تاریخ یا فلسفه یا جامعه شناسی یا نمیدونم کار و غیره و غیره، میخوای چی کار کنی؟ میگن نمیدونم، من فقط میخوام یه کاری گیر بیارم که پول در بیارم باهاش. یعنی اصلا اینی که ما این چیزی که داریم میخونیم یه خورده بهش معتقدیم یا یه خورده بهش علاقه داریم یا میام سر کلاس میشینیم که یاد بگیریم تئوریای بزرگ و نظرات رو یاد بگیریم، اصلا یه همچین چیزی نیست. بیشتر دنبال اینن که الان شما خودتون مثلا از بچه های 7-8 ساله در 12 ساله بپرسید، یا حالا اگه سرکار دارین مثلا 17-18 ساله یا تو دانشگاه 20 و 20 و چند ساله بپرسین، ببینین بپرسین شما هدفتون چیه از این درسی که دارین میخونین. بیشترشون جواباشون یه چیزایی مثل که مثلا میخوام پول در بیارم، مثل که مثلا میخوام معروف شم، یه چیزای خیلی شخصیه. بنابراین حالا برمیگردم به اون سوالی که شما کردی دوستمون کبیر، که اینا به نظر من هم این گراند نراتیوا، یعنی اون تئوریای بزرگ، امروزه کارگر نیست. ولی آیا من معتقدم که بر نمیگرده؟ نه، معتقدم که گراند نراتیو بر میگرده. این در گروه مبارزه است، در سطح دنیا دارم میگم، مبارزه است علیه نئولیبرالیسم، یعنی اینی که من هستم و دنیا مقابل من، باید باش مبارزه بشه. من فکر میکنم تو خیلی از هیتها داره باش مبارزه میشه و تو خیلی از هیتها حتی پیروزم شده، تو خیلی از هیتها باخته، ولی تو خیلی از ایده ها پیروزم شده. حالا سوالی که یه سوال دیگه که تکنولوژی تو این وسط چی کار میکنه؟ به نظر من تکنولوژی هم به کمک نئولیبرالیسم، یا در چه میدونم در رابطه با تشویقی که نئولیبرالیسم میکنه، داره انسانها رو تنها تر از همدیگه میکنه و جداتر از همدیگه میکنه. یعنی این مسئله تنهایی که الان توضیح دادم، وقتی که شما بذاری تو هیته تکنولوژی، ضرب در 2 یا ضرب در 3 میشه، یعنی 2 برابر 3 برابر میشه. به همون اندازه شما نگاه بکن. من یه پوستر کاریکاتور روی در دفترم هست و واقعا میخوام دانشجوام، حالا اینا که زیاد نگاه نمیکنن این چیزا رو، من یه دو تا جمله بخونی هم علاقمند نیستن، که دو تا خانواده رو نوشته، خانواده در دهه 80، بعد نوشته خانواده 2015، بعد اون خانواده در دهه 70 دور یه میز نشسته،
داره چیزی یه شام نم نهار چیز داره میخورن، دارن با هم دیگه حرف میزنن. بعد خانواده پایینی مال 2015 دور میز نشستن، روشون به هم دیگه نیست، به یه طرف دیگه است، یعنی پشتشون به هم دیگه است. همشون هم یه دونه از این تلفن‌ها دستشونه که دارن باهاش حالا تو شیشه نگاه میکنن، یا یعنی تکست میکنن یا یه کاری دارن میکنن. یعنی خانواده رو هم نگاه بکنین، تکنولوژی باعث شدی حتی خانواده، یعنی اون چیزی که بعضیا معتقدن میگن اساسی ترین بنیاد هر جامعه ای هست که روابط اون تو اقلا خوبه، هم خانواده هم حتی پراکنده تر شده و از همدیگه دورتر شدن و شخصی تر شده. من یه چیز جدید رو داشتم میخوندم، تو اوائل دهه 80 تو آمریکا 9 میلیون انسان داشتن تنها زندگی میکردن، یعنی خودشون بودن فقط تو خونه. تو 2014 27 میلیون انسان داشتن دارن تنها زندگی میکنن، یعنی خب الان بعد 2 سال شاید 27 میلیون بیشتر هم شده. یعنی انسان تنها بتونه زندگی بکنه در رابطه با اون به اصطلاح اون جامعه ای که در مقابلش هست خیلی طبیعی تره، و تکنولوژی به این انسان اجازه میده که اونقدر خودش رو سرگرم نگه داره بدون وجود انسان های دیگه. حالا من اینو فقط در رابطه با حالا این استفاده از اینترنت، من حتی تو حیطه کاری هم شما اگه نگاه بکنین تکنولوژی باعث شده که ما نه تنها بیشتر کار کنیم، حالا هر توی هر حیطه‌ای که کار میکنیم. الان من همین 2 ماه پیش آماری داشتم میخوندم، حتی مقایسه داشت میکنن آمریکایی‌ها رو با اروپایی ها. آمریکایی‌ها 47% موقعی که تعطیلات هستن یا تعطیلات آخر هفته، یعنی شنبه یک شنبه هستن، 47% هنوزم که هنوز به ایمیل های کاریشون پاسخ بدن، یعنی پاسخ میدن و چک میکنن و دارن. یعنی تکنولوژی حتی نمیذاره دوران تعطیلاتت و آخر هفتهت تنها باشی یا حالا با دیگری باشی یا کاری که خودت دلت میخواد بکنی. و اگر هم تو خیلی از این ادارات و حیطه های کاری ازت انتظار دارن که دوران تعطیلاتت به اینا پاسخ بدی، چرا؟ چون این تکنولوژی وجود داره. یعنی تکنولوژی اگه بخوام جمع بندی کنم این سوالی که کردین، تکنولوژی نه تنها انسان رو تنها تر کرده، بلکه این نظر پست مدرنیستی رو بیشتر توسعه داده و انسان تنها رو در مقابل جهان خودش بیشتر گذاشته. یعنی انسان احساس میکنه که من مدام باید از نظر خودم، یعنی ذهنی گرایی که خودم و شرایط زندگی خودم داره، دنیا رو بسنجم. یعنی درست همون چیزی که پست مدرنیسم همیشه تشویقشون میکرد. امیدوارم که من اینو خیلی توضیح دادم، چون حالا بالاخره می‌خواستم این نظرات خودم بگم در رابطه با سوال دوستمون سروش، میگم کبیر، امیدوارم جواب رو داده باشم. حالا میخوام برسم به اون ساعت چیه؟ 14 خورده. میخوام برسم به این 3-4 تا بوردو، بودریارد و فوکو، یه خوردم لیوتارد اگه وقت کنیم. رورتی رو هم میخواستم بگم که گفتم یه 2-3 تا نظرش رو توی حیطه‌های سیاسی گفتم و یا مذهبی. بوردو فکر کنم 2 جلسه پیش، من خواهش میکنم گبری جان، نمیدونم جوابتون رو دادم ولی حداقل نظرم رو گفتم. بوردو رو 2 جلسه پیش که من داشتم راجع به مارکس و ویبر و دورکهایم توضیح میدادم، یکی از دوستان، اصلا هم یادم نیست کی بود، سوال کرد، نمیدونم الان هستین یا نه، ولی من یه سری چیزای مختصری از بوردو میگم، اگر شما نظری دارین یا فکر میکنین باید تکمیلش کرد یا نقدی دارین از بوردو، امیدوارم که این دوستمون بگه. واقعا الان یادم نیست که سانفلاور بود، اگر بودین نمیدونم این سوالو یا نظرتون رو بوردو میتونین بگین. بوردو 1930 به دنیا اومد و 2002 درگذشت یا مرد یا فوت کرد. من هنوزم که هنوزه نمیدونم مردن رو چجوری بگم، که حالا یا مؤدبانه یا با احترام باشه. در حال منظورم اینه که
فوت کرد. تمام این کسایی که دارم میگم فکر کنم در کسی که زنده است رورتیه، بقیه بادریارد، فوکو، بوردو، لیوتار، اینا همه متاسفانه درگذشتند. بوردو یه کتاب خیلی معروفی نوشت به اسم، که این یکی از به اصطلاح اساسهای یا باورهای اساسی رورتی هم مرد. چه من خبر نداشتم تفلی. پس یعنی همه این کسایی که من گفتم مردای سفیدی هستند که مردن، ولی خب فرقشون اینه که چهارتای اولی فرانسوی بودن ولی رورتی آمریکاییه. درست. من داشتم این کامنت ها رو میخوندم و سعی حواسم پرت شد. مرسی دوستمون کومونارد. یک کتابی نوشت بوردو که خیلی معروف شده، که از این قوانین یا نظرات اساسی پست مدرنیسم توش بود. کتابش به انگلیسی است Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. ترجمهش، من فارسیشو ندیدم خودم، فکر کنم ترجمهش اینه که تمایز، نقدی اجتماعی بر اختلاف سلیقه. که منظورش هم توی این کتاب این بودش که بر مبنای اختلاف هایی که هست، اختلاف سلیقه های شخصی، یعنی که هر کسی واسه خودش داره، بر این مبنا دنیا رو میشه توضیح داد، بر این مبنا نمیشه اون نظرات کلی متانراتیو رو داشت، چون هر کسی از نظر خودش یه چیزی رو داره میگه. ببینید یه موردی که من فکر میکنم مدرنیستا، مثلا مارکسیستا، یعنی اون کسایی که این تئوری رو قبول دارن، حالا مارکسیست هم نه، حتی مارکسیان ها، یعنی مارکسیست معمولا کسایی هستن که مارکسیستن، یعنی نظرات مارکس رو قبول دارن و دارن فعالیت میکنن، چون اصلا مارکس ماهیت نظراتش طوریست که نمیشه قبولش داشته باشی و تقریبا فعالیت نکنی یا یه کاری بالاخره نکنی. ولی مارکسیان ها، یعنی کسایی که نظرات رو فقط قبول دارن، ما مثلا توی آکادمی مارکسیان خیلی داریم که این نظرات رو قبول دارن و درسش هم میدن. یه مسئله مهم، یه اختلاف نظری که، یا حتی من بهتون بگم خصومت یا عصبانیتی که مارکسیست ها دارن با بوردو و این تفکر که بوردو شروعش میکنه، اینه که موزه توش نیست. به این جهت که بوردو میگه هر کسی از موزه خودش داره مسئله رو درست مطرح میکنه، چون دنیا ذهنی گرایی، همونی که براتون توضیح دادم قبلا، و شما ممکنه با یه نفر که فرض حقوقش کمه، داره حداقل دستمزد میگیره صحبت کنی، بگه من این حداقل دستمزد بهم اجازه نمیده که مثلا زندگی خوبی داشته باشم، اون غذایی که میخوام بخورم، اون لباسی که میخوام بپوشم، اونجایی که میخوام زندگی کنم، و مدام در فعالیت اقتصادی هستم و مدام در تلاش و تقلا هستم، کافی نیست، پس بیشتر میخوام، ممکنه این آدم رو گیر بیاری و بگی چقدر بد، باید حقوقت اضافه شه. ولی از نظر بوردو ممکنه شما وقتی با یه نفر که داره این حداقل دستمزد میده و مثلا 1000 نفر واسش کار میکنن، یا حالا 200 نفر 300 نفر واسش کار میکنن، از موضع خودش میگه خب من اگه به شما حقوق کم ندم چجوری مثلا برای خودم ثروتی بمونه یا سودی داشته باشم یا غیره. یعنی بوردو میگه چون هر کسی از موضع خودش، یعنی ذهنی خودش، موضع ذهنی خودش داره حقیقت رو میگه، ما به عنوان فیلسوف یا نظر دهنده نمیتونیم بگیم کی درسته کی غلطه. مثلا همین این پست مدرنیسم خالص یا تئوری پست مدرنیسم باعث عصبانیت یا خصومت یا دلخوری کسایی میشه که تو دنیا موزه دارن. حالا ببینین این چرا
این چرا یه مقدار مشکل ایجاد میکنه؟ ببینید، یکی از همون شرایطی که آدم بخواد دنیا رو تغییر بده، یعنی شما مثلا نگاه میکنی به دنیای دور و برت، میبینی که من منظورم فرای خود انسان ها، کسایی که به دنیای بیرون از خودشون دارن نگاه میکنن، اولین کاری که باید بکنی برای تغییر شرایط اینه که باید موزه داشته باشی. شما تا موزه نداشته باشی چیزی رو هم نمیتونی تغییر بدی. مثلا اگه موزه نداشته باشی، حالا میشه تو حیطه سیاسی اقتصادی، اگه موزه نداشته باشی که سرمایه داری یه سیستم سیاسی اقتصادی که نابرابری رو داره مدام تشدید میکنه و حتی ایدئولوژی هایی داره که نابرابری رو تشویق میکنه و دنبال سود برای یه عده کوچیکی و مثلا فقر و بدبختی برای تعداد کثیری، اگه این موزه رو نداشته باشی حتی برای تغییرش هم نمیتونی قدمی برداری. یکی دیگه از شرایطی که تغییر بدی اینه که باید تو حرکت شروع کنی اون پدیده ای رو که علیهش موزه داری تغییر بدی، بعد بفهمی ماهیتش چیه، بعد خودتو تطبیق بدی. یعنی این مدام توی سیکلی داره میگرده دیگه. شما موزه میگیری، سرمایه داری باید تغییر بکنه، بعد میری تو حیطه سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی برچست که معتقدی میخوای این سیستم رو تغییر بدی، میبینی مقاومتش به این شکله، حالا یا کتکت میزنه یا میندازه زندان یا میکشه. حالا بکشه که دیگه کار نمیتونه، ولی یه سری مقاومت ها داره، میگه نه نمیتونی، تو دادگاه به رفع خودش رأی میده و غیره و غیره، بعد میای بیرون تغییر سیاست میدی، دوباره میری جلو. یعنی این سیکل رو مادامی میتونی در رابطه با تغییر پدیده پیش ببری که موزه بگیری. ولی چون پست مدرنیسم ماهیتاً، یعنی من دارم به شکل خالصش میگم، چون پست مدرنیسم از دید بوردو اینو دارم میگم، معتقد این نیست، به این نیستش که میشه موزه گرفت و آیا باید موزه گرفت. یه مقدار بلا تکلیف آدم، یعنی خب حالا ما باید چیکار بکنیم؟ ما اگه ببینیم نابرابری و بی‌عدالتی تو جهان وجود داره، یا تو مثلا ده من وجود داره، یا تو شهر من وجود داره، و خب اون کسی که استثمارگره و اون کسی که داره استثمار میشه، اون کسی که فقیره و اون کسی که وضعش بهتره و صاحب مناسب نیروهای مولده هستش، دار این نابرابری الان باید چی کار کرد؟ پست مدرنیسم بهت میگه هیچی، فقط گوش کن ببین چی میگن. چون هر دوتا یا هر چند تای این موازه به اندازه خودشون درستن. بوردو از کسایی که یکی از مسائلش تو جامعه این بود که کی قدرت داره و کی قدرت نداره، و اینم زیاد براش اساسی نبود. و حالا نمیدونم، جالبیش اینه که از در این حال اینکه از مارکس و ویبر خیلی میخوند و خیلی نظرشون رو قبول داشت و حتی لوی استراوس که استراکچورالیست معروفی هم هست، ولی در این حال از نمیدونم دوستان میشناسن مارلو پونتی و هوسرل که بنیانگذاران فنومنولوژی یا پدیدارگرایی هستن هم خیلی یاد گرفته بود و معتقد بودش که دنیا رو فقط باید به شکل اینتلیکچوال نگاه کرد. حالا جالبی اینه که خود بوردو برای مدتی خیلی فعالیت سیاسی هم میکرد، یعنی فعالیت سیاسی میکرد و خیلی هم حالا توی اون فعالیتاش آدم های چپی بود، منتها اینو توی دوران جوان ترش نوشت و فعالیت سیاسیش بیشتر دوران جوانیش بود، و وقتی که پا به سن گذاشت شروع کرد به آره راجب همه اینا چیزاش هم هست، سیمپل اکسپلینیشنشون هم هست توی یوتیوب و این برنامه میتونیم پیدا کنین، و از اکتیویست تبدیل شد به در واقع روشن فکر، یعنی اینتلیکچوالایز میکرد دیگه، معتقد نبود، به همون دلایلی که گفتم به فعالیت معتقد نبود. پست مدرنیست بعدی بادریارده که من خودم شخصا از
دو تا پست مدرنیست، حالا بعدیش هم میگم که فوکو، از دو تا پست مدرنیست خیلی یاد گرفتم و در واقع تو کلاسام خیلی بستگی به کلاسش داره، سعی میکنم از این دو تا نظر یا این دو تا تئوریسین استفاده کنم که استفادهشون هم خیلی خیلی مواضع رو میتونم توضیح بدم تو جامعه با استفاده از بادریارد و فوکو. بادریارد هم اینو جدی میگین دوستان که رورتی پس 2007 مرد؟ مثلا خبر نداشتم. بادریارد هم 2007 مرد، یعنی 1329 به دنیا اومد و 2007 درگذشت. خیلی نظراتش همچنین که گفتم نگاه بکنیم ببینیم، مثلا بوردو 1330 به دنیا اومد، بادریارد 1329 به دنیا اومد، فوکو 1326 به دنیا اومد، لیوتارد 1324 به دنیا اومد. اینا همه همزمان بودن، یعنی در یه دورانی داشتن می نوشتن. بادریارد 2007 درگذشت. بعد خیلی هم بیشتر اوائل زندگی آکادمیکش و تئوریسینش مارکس و انگلس روش تأثیر گذاشتن. نظرات مارکس رو خیلی قبول داشت، به خصوص در رابطه با مبارزه طبقاتی، و یه چیزی رو که میگفتش که مارکس درست میگفت توی اون دورانی که مینوشت، ولی امروز دیگه نمیشه از اون دید نگاه کرد، بیشتر این بودش که همونش که میدونین مارکس جامعه رو یا طبقات رو در رابطه با رابطه انسان یا اون طبقه با مناسبات تولیدی و نیروهای مولده توضیح میداد. یعنی شما صاحب نیروهای مولده هستی یا خود نیروهای مولده هستی، یعنی کارگر یا سرمایه دار، تعیین میکرد که مثلا نظرت چیه، چجوری زندگی میکنی، و حتی نظرات انقلابی و غیر انقلابی تو اون توضیح میداد. برای بادریارد کانسامشن و نه مثل مارکس که میگفت پروداکشن، یعنی مصرف رفی بودن. کانسامشن و نه تولید، یعنی برای مارکس پروداکشن یا تولید مهم بود، اساسی بود. برای بادریارد مصرف کردن، مصرفی بودن یا مصرف گرایی مهم بود. و مسئله شنم این بودش که شما اون کالاهایی که مصرف میکنی، حالا نه فقط خود کالا، مثلا اون کتابایی که میخونی، اخباری که تو تلویزیون گوش میدی، غیره و غیره، یعنی این مصرف هم منظورش بود، تعیین کننده موقعیت اجتماعی و تفکرته، و نه اونجوری که مارکس میگه شیوهی که تولید میکنی یا رابطه توی شیوه های تولیدی. و اون ایدهی که مارکس و آدم سمیث بهش معتقد بودن و میگفتن که بشر بر مبنای احتیاجاتی که داشت رشد میکنه و تاریخش رو تغییر میده. یعنی یه چیزی هست به انگلیسی بهش میگن necessity is the mother of invention. بادریارد معتقد بودش که برعکسشه، یعنی invention is the mother of necessity. معتقد بودش که این که ضرورت باعث اختراع، این اسمیتی و مارکسیه، یعنی اینایی که به این شکل نگاه میکنن. بادریارد برعکسش کرد، یعنی میگفت اول یه سری چیزا توی جامعه مصرفی اختراع میشه، بعد ضرورتش پیدا میشه، و معتقدی که که اختراع یه کالا در واقع ضرورت خودش رو تولید میکنه. شما اگه نگاه بکنین، مثلا ما بخوایم به درستی این نظر یه خورده نگاه بکنیم، تو حیطه تبلیغات نگاه کنین، شما نگاه بکنین، اگه آشنایی داشته باشین، بعضی از دوستان میدونم تو این اتاق آشنایی دارن با کسب و کار و بیزنس و غیره،
اون کسب و کارهای خیلی موفق 70-80% اون پولی رو که خرج میکنن پول تبلیغاته. یعنی شما نگاه بکنین، اول اختراعش میکنن میارنش تو بازار، بعد ما میگیم ما این مثلا کالا رو احتیاج داریم. اینجوری نیست که ما خودمون بگیم کاش یه همچین کالایی بود، یه همچین کاری میگم. ممکنه این فکرم بکنیم، اونتا خیلی گوشه های کوچیکی از تفکرمون رو میگیره. یعنی خودمون نمیدونیم. یعنی اول اختراعش میکنن. دقیقا یکی از دوستان کی نوشت؟ وسایل کامپیوتری. حالا چون الان تکنولوژی یا کامپیوتر بیشترین سرمایه گذاری داره روش میشه، حالا تو سطح دنیا این تبلیغات هم بیشتر میبینیم. مثلا یه چیز کامپیوتری رو اختراع میکنن، حالا این سمارت فون ها هستم، آیفون، تمام چیزهای این چیزهایی که خود کامپیوتر هست اختراع میکنن، بعد ما میگیم من اینو احتیاج دارم. بعدم خب هرچی بیشتر انسان ها احتیاج پیدا کنن و ضرورتش بیشتر میشه، یعنی توی سیکلی هم دیگه رو دنبال میکنن. بنابراین بادریاد این چیزی که گفت یه مقداری، حالا یه مقداری بیشتر خیلی متفاوت بود با اون چیزی که آدم سمیت و کارل مارکس گفتن تو حیطه اقتصادی. یکی از چیزایی رو که از مارکس قبول داشت، یعنی اون فدشیزم یا اون شیگرایی بود، من فکر کنم ترجمهش اینه، که مارکس دوتا ارزش رو استفاده میکنه، یکی یوز ولیو، یکی هم اکسچنج ولیو، که این تئوریای مارکس بود و خیلی هم بادریاد رو این پافشاری داشت. ولی میگفتش که دوتا مسئله دیگه هم هستن که یکیشون بهش گفته سیمبالیک ولیو، یکی هم ساین ولیو. که سیمبالیک ولیو یا اون ارزش سمبولیک ارزشی است که نسبت به ارزشی است که آبجکت نسبت به سابجکت داره، یعنی اون عین نسبت به ذهن داره. ولی ساین ولیو یا ارزش نمونه ای یا علائمی یا علامتی ارزشی است که بین اشیا وجود داره. یعنی سمبولیک این است که ما مثلا نمیدونم یه فرضی ماشین قدیمی از پدرمون بهمون میرسه، یا مثلا یه پیرنی از یکی بهمون میرسه که اون ارزش سمبولیک داره برامون، یعنی یه رابطه ایست بین یک انسان و یک شیء. ولی ساین ولیو اون رابطه ایست که اشیا بین همدیگه دارن. معنوی نمیدونم، شاید معنوی باشه، آره نمیدونم. مانیفکچرینگ کانسنت که مال چیزه، مال چامسکی نیست. یه چیز دیگه ای هم که باردیار راجبش می نوشت و خیلی توضیح می داد که من اونم ازش استفاده می کنم، چون به خصوص تو حیطه الان توی آمریکا خب این خیلی هست، چیزی که بهش میگن سلبریتی. اما اون یه لغتی خیلی خوبی داره که باردیار بهش میگه هایپر ریالیتی. هایپر ریالیتی منظورش اینه که یه چیزای غیر واقعی، ممکنه اجسام مثلا یه نقشی رو که یه آدمی توی یه فیلمی بازی میکنه از اون حیطه غیر واقعی در میان و واقعی میشن. مثال خیلی خوبی که من معمولا میزنم سر کلاس، من نمیدونم شما چقدر دوستان، چون ممکنه تو آمریکا زندگی نمیکنین، ولی چقدر با این آرنولد شوارزنگر آشنایی دارین؟ یعنی این آدمی که قبلا زیبای اندام کار میکرد، بعد هنرپیشه شد، بعد گاورنر کالیفرنیا شد واسه 8 سال. ولی این آدم از اون حیطه غیر واقعی فیلمیش، که اگه فیلماشو نگاه کرده باشین، حالا نگاه نکنین ولی اگه بدونین، چون فیلمای مزخرف زیادی ساخت، ولی تو فیلماش نگاه بکنیم، مثلا یه آدم شکست ناپذیری که هم زورش به همه میرسه، مثلا تنهایی میره یه کشور، کل کشور رو به میبره و غیره و غیره. اون آدم میاد توی عرض مثلا یه چند ماه میشه استاندار یا گاورنر کالومین، بزرگترین اقتصاد دنیا. بعد حالا وقتی که این
این کلمه هایپر ریالیتی بودریارد اگه بخوای استفاده کنیم، ببینین مثلا یه همچین آدمی هیچ وقت تو زمینه سیاسی اقتصادی نه مطالعه داره، نه تجربه داره، نه نظرمنده، نه ادعایی داشت، ولی ناگهان میاد میشه گاورنر یکی از مهمترین ایالت‌های، یعنی یکی از نه مهمترین ایالت از نظر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و غیره آمریکا، با مثلا یه سیود اون موقع 47 میلیون ساکن که امروز 57 میلیون نیست. از کجا میاد ناگهان گاورنر میشه؟ از تو صفحه سینما، یعنی در نه در رابطه با فعالیت های سیاسی اقتصادی و آگاهی و غیر و غیره، بلکه از صفحه سینما میاد میشه رئیس جمهور. نمیتونه بشه چون باید اینجا به دنیا بیای. حالا من میدونم دنبال تغییر این قانونم بود، منتها خب در هر حال دیگه، یعنی بازم گاورنر کالیفرنیا بودن خودش پست خیلی مهمیه که ناگهان از تو صفحه سینما میای همچه. این به خاطر اینه که مردم آمریکا دوچار اون هایپر ریالیتی که واردیار توضیح میده هستن و شدن. تو خیلی از هیتای دیگه آدمایی که معروفن، حالا یا واسه اینکه بسکتبال بازی میکنه، یا واسه اینکه هنرپیشه است، یا واسه اینکه بالاخره یه سری چیزای غیر از سیاسی اجتماعی اقتصادی معروفش کرده، کندی، ریگان، حالا خیلیا میان میشن آدمایی که ارزش‌های ما رو بهمون میدن، یعنی توی حالا توی یه فرهنگ خاصی، یا میشن مثلا سناتور، یا میشن یه قدرتی که هیچ ربطی در واقع با اون نقششون نداشته. برای بودریارد این هایپر ریاله و معتقده که ما دوچار این مریضی هستیم، یعنی تو ذهن خودمون بیشتر دوست داریم زندگیمون فرای واقعیت باشه تا خود واقعیت، و این فرای واقعیت زندگی کردن و رجوش فکر کردن و فعالیت کردن بیشتر نقش داره تو واقعیت. یه نکته مهم دیگه ای که بودریارد رجوش نوشت که خیلی اشتباه میکنن با اون نظرات فوکویاما، اون پدیده پایان تاریخ یا end of history. اگه دوستان کتاب فوکویاما رو خونده باشن یا دیده باشن یا شنیده باشن، فوکویاما که اخیراً هم یه خورده نظرش رو پس گرفت، ولی فوکویاما یکی بود که یه کتاب نوشت به اسم End of History که مطرح میکنه بعد از این، حتی از این کلمه استفاده میکنه، بعد از این نئولیبرالیسم و بعد از اینکه جنگ سرد تموم شد، در واقع نشون داده شد که آلترناتیو های غیر از سرمایه داری تو ایتای سیاسی اجتماعی اقتصادی شکست خوردن، همه به نوبه خودشون کارهایی رو که میخواستن کردن، دولتاشون رو تشکیل دادن، اقتصاد و غیره، و شکست خوردن، و چیزی که باقی موند سرمایه داریه. و از این میتونیم نتیجه بگیریم که سرمایه داری بهترین آلترناتیو تو همه هیته ها، بهترین آلترناتیو برای انسان، چون اون آلترناتیو های دیگه همه از بین رفتن. بودریارد هم می نویسه در رابطه با پایان تاریخ یا end of history، اما یه فرقی که با فوکویاما داشت، این رو به عنوان یه خبر بد به ما می نمیگه، یعنی نمیگه که سرمایه داری موند پس سرمایه داری می تونه این مشکلاتی که حالا تو همه هیتا ما داریم به عنوان بشر حل کنه برامون، حالا نه ناگهانی ولی کم کم. بودریارد میگه این پایان تاریخ هست، منتها این خبر بدیه چون از این به بعد بدتر خواهد شد، و به این شکل مطرح میکنه، میگه که قبل از شکست سوسیالیسم، یعنی حالا سوسیالیسم که از قول اون، قبل از شکست شوروی و کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی، انسان‌ها تو دنیا همیشه مجبور بودن در رابطه با یک آلترناتیو دیگر فکر کنن. امروز که اون پدیده از بین رفته، دیگه ما مجبورم نیست به اون آلترناتیو فکر کنیم. برای همین معتقده که این خبر بدیه، چون دیگه آلترناتیو بهتری یا فرای سرمایه‌داری دیگه وجود نداره تو اذهان مردم. نفر سوم فوکوه، که فوکو من حالا سعی میکنم خلاصه کنم چون وقت خودم داره تموم میشه و دلم میخواد که یه صحبتی بشه اگر دوستان دلشون میخواد، یا سوالی صحبتی.
فوکو خب از یه خانواده خیلی، حالا نسبت به اون کسای دیگه، خانواده خیلی مرفهی بود، چون بیشتر کسایی از پدر و مادر و غیره همشون دکتر و جراح و اینا بودن، و و بالاخره تونست زندگی نسبت به اونا نمونه دیگه زندگی خوبی داشته باشه. یکی از کسایی که خیلی رو فوکو تاثیر گذاشت، یعنی دو نفر، نیچه و مارکس بودن، که توی نوشته های فوکو خیلی میبینیم این تاثیرات این دو نفر، به خصوص به نظر من نیچه. فوکو اوایل زندگیش حتی با مثلا پیشنهاد یا حالا به نمیدونم کمک، هرچی که اسمش بخواهم بذارین، به پیشنهاد آلتوسه که بکنم همه میشناسنش، میره عضو حزب کمونیست فرانسه میشه، چون معتقد به تغییرات اساسی جامعه بود توی اون دوران، عضو حزب کمونیست میشه. یه 3 سال 4 سال توی حزب کمونیست میمونه، و ولی یه مقدار در رابطه با نظرات مارکس میگفت این کافی نیست برای تغییر شرایط سیاسی اقتصادی جامعه، و یه مقدار نظرات مارکس رو بسته حس میکرد، از حزب کمونیست در میاد. شاید حالا اینو به عنوان نظرات مارکس بگه، شاید به خود حزب کمونیست مشکل داشت، و در میاد و یه سری فعالیت های خودش به خصوص تو حیطه های سیاسی اجتماعی ادامه میده. یکی از کتاب های معروفی که اول نوشت وقتی شروع کرد خوندن تاریخ رو، به اسم مدنس انسیاب میشه، دیوانگی و تمدن، که توش مطرح میکنه که دوران رنسانس، اون کسایی رو که ما بهشون میگفت، یا حالا اروپای اون موقع، دوران رنسانس میشه قرن 15 و 16، یه خورده از 17، دوران رنسانس کسایی که به اصطلاح دیوونه بودن، مردم بهشون فرصت صحبت، نمیدونم فرصت زندگی کلن میدادن، و به عنوان آدم های عجیب غریب و نمیدونم حیوانی و شیطانی و غیره نگاه نمیکردن، و اون دوران حالا بد نبود. بعد توی کتاب تولد کلینیک یا Birth of a Clinic یا اون مثلا بیمارستان یا کلینیکی که دکتر توش فعالیت میکنه، که در واقع میاد مدرنیسم رو اونجا تو قرن 17 و 18 بهش نگاه میکنه، میگه اون موقع دکتر دیگه شروع کرد کنترل کردن به اون کسی که میگفت دیوانه، و میبستنشون و شکنجهشون میکردن و خیلی بلاهای دیگه سرشون میآوردن، چون فهم کردن اینا بدتر از اون چیزی هستن که بشه بهشون اجازه داد تو جامعه زندگی کنن. توی کتاب بعدیش به اسم دیسپلین و تنبیه یا دیسپلین اند پانیشمنت، میاد میگه که الان دیگه این کنترل اجتماعی رو از دست دکتر گرفتن و سپردن به سیستم قضایی، و سیستم قضاییه که امروز بیشتر ماها رو کنترل میکنه و میگه کی حق داره تو جامعه زندگی کنه، و یا کیو ما بذاریم توی بندازیم توی زندان و کنترلش کنیم. بنابراین میبینید که توی این کتاب، توی این سه تا کتاب، یه تقریبا یه تاریخ کلی رو میشه توی فوکو دید که چه جوری نشون میده که اینا همه به هم دیگه ربط دارن، یعنی چه جوری کنترل اجتماعی میشه که از دست یه پدیده در میاد، میره به دست یه پدیده دیگه، بعد میره به دست یه پدیده دیگه. و توی این ستا یه جنبندی داره که همونی که اول صحبتم گفتم بهش میرسه، و اون اینه که تاریخ مقطعه، یعنی ما از این امروز یاد نمیگیریم که فردا رو بسازیم، یا از دیروز یاد نگرفتیم که امروز رو بسازیم. اینا هیچ کدوم همدیگه رو چجوری بگم تشویق نمی کنن، و همدیگه رو مثل علت و معلول نیستن، بلکه مقطع هستن، و لزوما هم ما از تاریخ یاد نمیگیریم. اگر هم نگاه بکنین، وقتی که راجع به این منطقی بودن بشر صحبت میکنه فوکو، اینو توی حتی توی یک فرد هم میشه دید که ما از به اصطلاح اشتباه هایی که میکنیم لزوما یاد نمیگیریم، ممکن از یه سریش یاد بگیریم ولی کلا یاد نمیگیریم. اینو میشه توی کتاب‌های سیاسی اجتماعی نشون داد. الان
به نظر من، حالا شاید به نظر دوستان رفقا اینطوری نیاد، به نظر من روابط اجتماعی امروز توی دنیا یکی از نقاط خیلی بدش، یعنی روابط مردم با همدیگه اساسا خوب نیست، یعنی هی بدتر و بدتر هم داره میشه، حالا به دلایلی که گفتم. ما اگه و مثلا جنگ ها و جنایت ها و کنترل ها و غیره و غیره بیشتر هم داره میشه، حالا بعضی جا یه خورده داره خوب میشه ولی بیشتر روابط بدتر شده. ما اگه قرار بود از تاریخمون درس میگرفتیم و یاد میگرفتیم، ما باید الان باید خیلی جاهای خوبی باشیم تو تاریخ، یعنی روابط باید بهتر بشه، اقتصاد باید طوری باشه که حداقل به همه بپردازه یا به بیشتر انسان ها بپردازه، سیاست مداران نباید آدم های الان شما نگاه بکنین من اینو به زبون ساده میگم، سیاست مدارایی که امروز تو دنیا سرکار هستن یه سری دزد و چاقوکشن، یعنی حالا من دارم خیلی سادهش میکنم، ولی یه سری آدمایی هستن که مدام دنبال این که چجوری تقلب کنن، چجوری دروغ بگن، چجوری منافع دیگری رو که تو طبقه خودشون هست بیشتر پا بر جا نگه دارن در مقابل با دیگران. یعنی اصلا اگه مس بگیریم این آدما اساسا نباید سر کار باشن، و میبینیم که انسان از این تاریخی که ما فکر میکنیم مقطع نیست و متصل هست اصلا درسی هم نگرفته، حالا اگرم گرفته درس همه گم شده، یعنی چیزی نبوده که منتقل بشه. بعد فوکو چون گی بود، یعنی هوموسکشوال بود، در رابطه با سکشوالیتی هم یه کتابی نوشت به اسم تاریخ و سکشوالیتی که بازم توی این کتابش این بحث هم میکنه که هی این مسئله سکشوالیتی داره از طریق علمی، یعنی علم داره مسئله سکشوالیتی رو هی داره محدودتر و محدودتر میکنه، و معتقد به همون فلویدیتی داشت که چند لحظه پیش گفتم، که یعنی از یک تا دهه و ما همه اون وسط هستیم و اصلا کسی نباید بگه من یا هوموسکشوالم یا هتروسکشوالم و غیره و غیره. فوکو هم 1984 تقریبا هم جوان بود، میشه چقدر؟ 50 و خورده ای سالش بود که میمیره، اونم از ایدز میمیره، یعنی مثل که ایدز هم از توی یکی از تو آمریکا بود که ایدز میگیره که میمیره. اینم از فوکو، اینو سریع گفتم. لیوتارد هم مختصر میگم، 13-14 دقیقه من فهم گرم امروز خیلی وقت داشته باشیم. لیوتارد هم 1924 به دنیا اومد، 98 درگذشت. بعدم اوائل زندگیش لیوتارد تروسکیس بود، یعنی جزء حزب سوسیالیست بود، اینا همه رو که گفتم اینا همه فرانسوی هم در این حال. تروسکیس شد و به شدت ضد شوروی، چون معتقد بود که شوروی، حالا استالین و شوروی و غیره، تروسکیس رو بین بردن و اون نظرات واقعی مارکسیستی مال تروسکیس بود. این اوائل زندگیش بود. بعد یک کتاب خیلی بعد اینکه در میاد از حزب سوسیالیست و تقریبا ایده های مارکسیستی رو میذاره کنار، یک کتاب خیلی مهم می‌نویسه، مهم از نظر من، چون خیلی این کتاب مهم در رابطه با اون پایان متا نراتیو یا گراند نراتیو همیشه ازش یاد میشه توی پست مدرنیستا، یک کتابی می‌نویسه به اسم پست مدرن کاندیشن، که اصلا این بحثایی که توی این شرایط پست مدرن یا دوران با این کتاب پست مدرن میکنه میشه در واقع بازم یه بخشی از اون اساس تفکرات اساسی پست مدرنیستی، که میگه ما نمیتونیم هیچ نظر مشخص و مطلقی داشته باشیم، چون تمام نظرات در واقع تعبیرن، یعنی هر کی که نظر میده داره واقعیت رو تعبیر میکنه، حالا این بین دو نفره که یه پدیده ای رو دارن نگاه میکنن، مثلا شما و دوستت داری تو خیابون راه میری یه تصادفی رو میبینی، یعنی دو تا ماشین هم دیگه، سه تا ماشین هم تصادف میکنن، شما جفتتون اونجا وایستادین دارین رو نگاه میکنین، اگه من بیام به تنهایی از شما سوال کنم یه تعبیر داری، برم به تنهایی از دوستتون سوال کنم اونم یه تعبیر دیگه داره، و این دوتا هیچ کدوم واقعیت نیستن ولی تعبیرن. حالا اینو
بین 2 میلیون آدم هم به قول لیوتارد واقعیت داره، بین تمام به اصطلاح افراد کره زمین هم واقعیت داره که نظرات همه شخصی هن و تکی هن و نظراتی وجود ندارن که همه متفق القول باشن. یه مثالی میزنه یا حداقل یه تو ذهن من اومد که داشتم مدت ها پیش میخوندم که شما برین مثلا توی یه مسجد یا یه کلیسا یا یه سینگاه، هر جا که یه سری یه گروهی از آدم ها، حالا یا 100 نفرن یا 5000 نفرن، همه میرن اونجا پرستش، طبیعتا یعنی پرستش خدا و غیره، طبیعتا اینا همه مثلا جزو فرض مثلا یکی از شاخه‌های مسیحیت مثلا سادرن بپتیستن یا بپتیستن، همه میرن اونجا چون معتقد به یه سری چیزا هستن. شما 100 نفر آدم و حالا یه 10 نفر آدم که از اون کلیسا دارن در میان، یکی یکی هر 10 نفر رو باهاشون مصاحبه کنین که نظرت راجع به خدا چیه، نظرت راجع به عیسی چیه، نظرت راجع به روابط بین خدا و عیسی چیه، عیسی چجوری مرد، کی کشتش، نمیدونم نقش یهودیا تو مرگ عیسی چی بود، باورهای بپتیستا نسبت به مثلا مسائل اجتماعی چیه، آیا ضد هموسکسوالیتی، ضد غیره، همه ازشون بپرسین مثلا 10 تا سوال. بعد اینکه این 10 تا سوال از این 10 نفری که همشون دارن میرن یک کلیسا و در همشون به اصطلاح مدام دارن به حرفای یک کشیش گوش میدن، ببینین همشون دارن از اون دید مذهبی که دارن، همشون دارن تعبیر میکنن از اون چیزی که دارن، یعنی هیچ 2 نفری حتی توی اون مشخص ترین گروه هم با هم دیگه متفق قول نیستن. به همین دلیل لیوتارد میگفتش که نظرات همه مال اشخاصه، یعنی ازش نمیشه یه چیز بزرگ در آورد، چون همه نظرات حتی اگه مدعی هستن که واقعیت هم داره، نظرات شخصی هستن و تعبیر از واقعیت هستن. اینم آخرین آدم پست مدرنیست. چقدر من حرف زدم امروز، ببخشید دوستان. امیدوارم که حالا دوستمون سیاوش و مزدک هستن میخوان صحبت کنن، سوالای دیگه هم بشه، من یه نوبت دیگه برمیگردم یه کوتاهی حالا بتونم جواب بدم.